سلام به انسانیت، اهل بشریت. خداوند ما شما از گزن موجودات نامعلوم و دوستان کابل از گزن انسان های دلتا کرونا ویروس و از موجودات نامعلوم در افغانستان نه پیدا شده در امان داشته باشد. خبر از کابل: دوستای زیاد زنگ میزنن و میگن که کارهای سیوی ما چطور میشه. دوستایی که ویزه سیوی گرفتن در میدانوی بند موندن، میگن چه وقت پرواز میشه. دوستایی که گرین کارت هولدر هستن در کابل بند موندن، میگن ما چی رقم خود از کابل انتقال بتیم. و تعداد زیاد از دوستان فعلا در میدان هوایی هستن، منتظر تیاره پرواز خود شروع بکنن. من هم یک چند دقیقه پیش با بخشای که همیشه با اونا ارتباط داریم صحبت کردم. اونا گفتن که وسایل میدان هوایی دزدی شده و سیستم ترافیکینگ میدان هوایی غیر فعال است، رادارش غیر فعال شده و متاور میدان هوایی که هست کام سیستم هم دزدی کردن. نمیدانیم که این حقیقت داره نداره. منبع از ریاست هوا نوردی کابل گفتن که سیستم فلج است، گل شده و باید از بعضی تیم تخنیکی بیایه که را ترمیم بکنه. از طرف دیگه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که ما تیم تخنیکی یا 1000 نفر دیگه را در افغانستان در کابل میفرستیم به میدان هوایی کابل که سیستم تخنیکی یا سیستم تاور میدان هوایی یا ترافیک رنوی میدان هوایی کابل را دوباره فعال بکنن که پروازها به حالت عادی برگرده و پروازها شود. در همین حال بعضی پیلوت های کامیر و فوق شرق، امارات، قطر و یا ایندیا ایرلاینز هم از افغانستان فرار کرده. نیروهای نظامی که در میدان هوایی کابل هستند، اینا برای حفاظت دیپلمات های خود هستند و نیروی دیگه هم فرستاده خواهد شد که سوال امیر کردیم که وقتی که ما 5000 نیرو داریم، 6000 نیرو داریم، خیر چرا زیاد شده میره نیروها در کابل؟ جواب منطقی به دست ناوردیم. عین جواب دادن که برای حفاظت میدان هوایی کابل. دوستایی که درباره سیوی زنگ میزنین، میگین کام اپروال آمده و چهارنامه دارم و ویزا گرفته و انترویو ممنوز کنسل شد یا تکت تیوری من کنسل شد، نظر به گفته های مرجع های زیربت. منبع با ما از مرجعهای زیربط یا از ارگانهای زیربط گفتن که کسایی که SIV دارن یا SIV اپلای کردن یا ویزا گرفتن یا گرین کارت هولدر هستن، کوشش کنن در جای امن باشه. هر زمانی که سفارت ایالات متحده امریکا دوباره فعال شد از یکی از منطقه ها، نگفته که کابل، میدان هوایی کابل یا بیرون از کابل یا بیرون از افغانستان، ما با تمام کسایی که واجد شرایط کسایی سیوی هستند، چی کسایی که منتظر اینترویو بودن، چی کسایی که منتظر پرواز بودن، یا چی پرواز یعنی کسایی که منتظر اوکویشن بودن، بر اونا اطلاع میتیم که اونا در آدرس معین بیاین کارشان حل شود. در همین حال دوستایی که تکت تیاره گرفتین طرف امریکا میامدین، امروز پروازهایتان و از دین از فتر برهم خورد. منبع از مرکز هوانوردی کابل گفتند که پروازا شاید تا 2 روز یا 3 روز دیگه تعطیل باشه و بعد از 3 روز یا 2 روز شاید که پروازا را ما دوباره از سر بگیریم. فلاحظا دوستایی که سوال دارن درباره SIV با ما مشوره بدین. لطفا در این شرایط مشوره هیچ کس را نگیرین بغیر از مشوره خود سفارت ایالات متحده آمریکا و تیم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که در پابلیک اویرنس یا آگاهی عامه براتون اعلان میکنه. کسایی که از آمریکا براتون مشوره میده شما را در دام میاندازه و کسایی که مشوره میگیرین اونا هیچ علمی ندارن درباره پروسیجر وزارت خارجه امریکا و درباره P1, P2, P3 و SIV. لطفا خدا افشا نکنین. امی فعلا با ما هزارها ایمیل جمعه و امیال مدهده دستم و رو گزارش تهیه میکنم، ترجمه است و راپور بر ارگانهای زیرت باید مرسال بکنم. به می دلیل ما نمیتونیم براتون مشوره بدیم بدون خبرنامه های ارگان های زیربط.
فلهازا رسانه کوثر از تمام هموطنان کابل تقاضا میکنم لطفا لطفا واسط میخوام میدان هوایی کابل ترک بکنین برای حفاظت جان خودتان. میدانم رسانه های کابل فعال است، مگم تکراری است، گزارش های مسخ نسل نشر کرده نمیتوند جنرالست های ما همشان در ترس لرز از خود پنهان کردن، اما ما از اینجا به حد توان خود میتونیم به حد توان خود کوشش میکنیم که خبرهای مسخ لحظه به لحظه کابل بر شما برسانید. اگر شما صفحه نوید یوسفی میگین، او صفحه صفحه شخصی خود و جنرالزم ما هست که او میتونم به هر زبان و هر ادبیات با مردم هم صحبت شم و با ادبیات خودشان بفهمانیم. اما رسانه کوثر و به وصول رسانه های بین‌المللی پیش میره. لطفاً لطفاً دوستانتان را با خبر بکنین، کسایی که گرین کارت هستین، افغان امریکن سیتیزن هستین، کسایی که سیدی گرفتین، منتظر اینترویو هستین، در جای محفوظ خود پنهان بکنین، بیرون نبراین، میدان هوایی نبیاین، خود افشان نکنین تا زمانی که نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا و عساکر ایالات متحده آمریکا تای خبرنامه ای که اعلان کرد که در نیم ساعت همگی بیاید و او رو براتان ایمیل میده، هر کس نمیشه که میدان هوایی بیاید. من به افزود که تقاضا میکنن از تمام هموطنهای کابل، لطفا لطفا حرج مرج نیاندازین، نی از میدان هوایی کابل را ترک بکنین، بگذارین تیم انجینری امریکا بیاید، نیروهای امریکایی بیاید، سیستم تاور و خط رنوی کابل را دوباره فعال بکنه و پرواز و دولت عادی خود برگرده. مشکل کلانی که از بینن پیلوت وجود نداره. زمانی که پیلوت نداشت وجود نداشت، شما در طیاره چی میکنین که میشینین؟ بسیار تصاویر دلخراش از میدان هوایی کابل میاد. مرا به یاد 2015 میاندازه. تصاویری میاد که ببینین همگی جانشان در خطر سیر میدانیم. رسانه کوثر و وظیفهش آگاهی عامه هست و خبرهای موثق لحاظ استخباراتی، لحاظ نظامی، لحاظ اجتماعی، لحاظ اقتصادی در اختیار شما میگذاره. فلحاظ و دوستایتان اگر میدان هوایی کابل هستید، لطفا میدان هوایی را ترک بکنید، چون که پرواز وجود نداره، پیلوت نیست، سیستم رادار از کار افتاده و وسایل میدان هوایی کابل دزدی کردن. لطفا همگانی بکنین، با دوستانتان شریک بسازین. کسایی که سیوی هستین خود افشا نکنین من این سیوی هستم. کسایی که ویزا گرفتن افشا نکنین که من ویزا گرفتیم. کسایی که گرین کارت هولدر هستین لطفا 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 منتظر بمانین که اعلامه های رسمی از مطبوعات بین المللی نشر خواهد شد و به شما آگاهی خواهد داد که دنی روز پروازها از سر گرفته میشن. لطفا دوستای افغانتان رو با خبر بکنین و همه گیر آگاهی بتین که میدان هوایی کابل ترک بکنن، چون که یک حالت جنگ استخباراتی هست. اگر طالبا سر امریکایی حمله بکنه و شما سپر وارد پیش امریکایی استاده شده این امریکایی دوباره فیر کردن نمیتونه. اگر فیر بکنه هزارها افغان تلف میشه. یک بازی استخباراتی اجتماعی است که طالبا برای انداخته. اگر مسئول طالبا هسته، چرا مردم خانه هایشان روی نمی کنه؟ پس این طالب است که همه تانا تشویق میکنه که برین 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 تا کنو کارشان آسان تر شود. همچنان طالبا ضرب الاجل تعیین کرده به نیروهای امریکایی در فرودگاه کابل، بین المللی کابل، که اگر پیش از تغییر نظام میدان هوایی کابل را ترک نکنند با واکنش روبرو خواهد شدن. لطفا دوستانتان با خبر بکنین، لطفا لطفا از توهین تحقیر دست بردارین، چون اگر چقدر توهین تحقیر میکنین بین در صفحه نوید یوسفی در اوجه توهین تحقیر کنین، چون که این سفر امریکایی ها هم مرور میکنه او رو میکنه، نشک که خدای ناخواسته مویست آبروی افغانیتان کم بیارین و بگوین که خوش خواهد گفتن که حداقل یا خو هیچ اصلاح شدنی نیستن. برنامه های تلویزیون رسانه کوثر، خبریش، اجتماعیش و
و فرهنگی، فرهنگی کجا ما فرهنگ داریم، فرهنگ از بین رفته. نظامی استخباراتیش در هر 15 دقیقه کلپا براتون نشر خواهد شد، خبرهای مسخ در اختیارتون خواهد گذاشته و بعدن که چی گزارش آمیه او را هم در جریان بگذاریم. قضاوت در دست خودتان است، تصمیم در دست خودتان است، بس فتر رسانه آگاهی آمه فرض ماست.